بگو تاکتیکی، من به تو میگم استراتژیکی. بذار جفتمون به هم دروغ گفته باشیم. آره دکتر، من خوش ندارم دروغ بگم، ولی دلم میخواد بگم که این همه خونی که دکتر در دل من میکنه، جای من هر کس که باشه ترک دکتر میکنه. هر زمان گویم که فردا ترک دکتر میکنم، تا که فردا میرسه امروز و فردا میکنم. آقای دکتر میدونین چرا؟ چون که این پدیده که میبینین با دمپایی فرق میکنه. دمپایی اگر یکم این بر اون بر به چرخه ممکنه لنگش رو پیدا بکنی، ولی ایشون تو هیچ کجای دنیا لنگش پیدا نمیشه. آس پهنه‌های استراتژیکی، یخ شکن جاده های یخ زده راهبردی، ترمز ABS نظام سر پیچ های هولناک و پرتگاه های دهشت انگیز، کمربند نجات در تصادفات استراتژیکی، چتر نجات مقام عظما موقع سقوط آزاد اگه عمل کنه. شرمنده اخلاق و مرامت هستم. خوشم میاد که از اون با معرفت دارای اصل جنس خارجی هستی که قاطی هم نداره. قربونه برم دکتر جون، خوردم به مرام چپ کردم، حالم اصلا خوب نیست، خیلی خرابتم، هیچ تعمیرگاهی قبولم نمیکنه. فقط آقای دکتر یه سوال دارم که برای خودم و آینده خودم خیلی مهم میدونمش. شما که گفتین شرمنده مرام هستین، از چیه من بیشتر خوشتون میاد؟ از استدلال هام یا از قدرت کلامم آقای دکتر؟ من بیشتر از اعتماد به نفست جونم. روشن شد یا بیام برات روشنترش بکنم؟ به پا دوباره چپ نکنی، تا دوباره خراب نکردی برو سر سوالات میرم چه کار میکنی. بله آیه دکتر، این قطعنامه ها چرا قطع نمیشن؟ هنوز مراکب قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل خشک نشده قطعنامه آژانس در اومده، تازه وارد بحث اسپانیا هم نمیشه. نه پس بیا بشو. برای این دم و دستگاهی که دیپلماسی ما چیده، انگار یک دم و دستگاه گیجی هست. اصلا دیپلماسی ما گیجه. این همه رفتن سفر ترتیب دادن برزیل و آقا محمود فرستادن اونجا و آخرش هم برزیل به اون قطعنامه رأی منفی نداد. برای که این متکی گیجه منومی سراغ کشورهای عوضی میره. آقا محمود رو فرستادن برزیل، بره اونجا بگه جلوی قطعنامه رو بگیرین. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردن، بله میفرمودن که یارو مشنگه رفت گفت آقای دکتر من فکر کنم عینک لازم دارم. طرف گفت آره جونم حتما لازم داری، چون اینجا مغازه ساندویچ فروشیه. روشن شد یا یه ساندویچ مغز بدن یه سرا. ولی آیه دکتر بزماده، بعد از اینکه این آژانس قطعنامه‌شو صادر کرد، تازه منومی میگه هر چی گشتیم یه دلیل منطقی پیدا نکردیم. آیه دکتر کجا رو گشتیم منومیم که ما دیگه نگردیم؟ مگه گم شده بود که دنبالش گشتیم؟ روشن شد یا بذارم که با چونه تیز بفهمید دست درد یعنی چی؟ آیه دکتر ولم کنین، میخوام ببینم این مهمان پرست شد چی میگه. بابا صد رحمت به حسن قش. حسن قشقاوی به طرف گفتن که تو چقدر احمقی، گفت تازه بابامو ندیدی. دنیا رو بحث اون مارشی که تو ونزوئلا موقع ورود آقا محمود عوضی پخش کردن گرفته، این تازه میگه نبوده همچین چیزی. کجا؟ چه؟ کی؟ چطور؟ سب کن میرم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که به یه شوتی این همین بمون پرست. گفتم بابات به رحمت ایزدی پیوست. گفت این رحمت ایزدی کیه؟ گفتن نه منظورمون اینه که به دیار باقی شتاف. گفت دیار باقی کجاست؟ گفتم بابا یعنی دار فانی رو ودا گفت. گفت دار فانی دیگه چه جور داریه؟ گفتن که بابا یعنی رخت از این دنیا بربست تموم. گفتش که منظورت رو نمیفهمم. اون طرف دیگه عصبانی شد، گفت احمق بابای خرت مرد. گفت اه خر من که بابا نداشت. روشن شد یا بذارم تا یه بابای برای خرت پیدا بشه. دکتر در مورد اسفندیار رحیم مشایی یا به قول شما مشنگی، ولش کن بابا این مشنگی رو. یه روز یه شوته بوده هنوزم هست،
تازه خودش هم تعجب کرده که چرا هنوزم هست.